خلیل برگرده و بفهمه چه آتیشی بپا میکنه. چه آتیشی بپا میکنه؟ باقش اینه که قید برادری رو میزنم و میذارم میرم دنبال زندگی خودم. واسه خاطر یه زن. آره واسه خاطر یه زن، ولی نه هر زنی. کارم از این حرفا گذشته، دست خودم نیست، دوستش دارم. ولی بازم دارم میگم خوب فکراتو بکن آجان. فکرامو کرده، میگیرمش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیزه مکرمه معظم خانم لیلا فرهادی، آیا به این جانب وکالت میدهید که شما را به عقد دائم آقای حجت گلچی با صداق یک جلد کلام الله مجید، یک شاخ نبار و 500,000 ریال وچه رایج مملکتی در بیاورم، اجازه می دهید؟ حجت 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 چه سیغهیه؟ کیونی؟ حرف نکنم با آسه جره داده باشه. خیلی خوش اومدی، اگه حجت بفهمه خیلی ذوق زده میشه. ببخشین شما لیلا، خیلی عوض میخوام، واسه من ننوشته بود. اتفاقا من بهش خیلی گفتم بنویسه، ولی میخواست وقتی اومدین قافلگیرتون کنه. قافلگیر شدم، حالا خودش کجا؟ رفته سر کار. منظورم اینه که کجا زندگی میکنه. جایی زندگی نمیکنه. یعنی میخوام بگم خونش نمیدونین کجاست؟ همینجاست. همینجا یعنی؟ بله، من زنشم. چیشی؟ زنش. یعنی عروسی هم کردین؟ بله. مبارکه، خیلی خوب کاری کردین. ولی آخه منو ببخشین، من یه خورده قاطی کردم. همچین شما هم جای من بودین قاطی میکردین، نمیکردین؟ خب بله، بهش گفتم به خدا بنویسه براتون. حالا خودش کجاست؟ دانشگاه مانشگاه رو ول کرده حتمنی ها؟ بله. خدا تو شد بذاریم بهش تلفن بزنیم. نه نمیخواد، بذاریم من خودم برم سراغش. آخه ما هم بعد قافلگیر نمی کنیم. خدافظ. بذارین یه چیزی برای بیارم. باشه برد بانو. داشت بانسان بایسا نانا سر منم که میتونی کلا من داریم، سر خلیل هم میتونی شیره رو مالیم. اون دیگه منو حاجت نیم، پا میزره میخه خره تو تا شهی آخرش هرگومت میکشیم. دورتو گام کن تا نایدم با لغت رنگ سرم تیرون.
اینجا دیگه پول مفته تو کار نیست که خرج نشه یه سرکار یا ولگرده اون بطه گرتی بشه. بخون آقاسه تا میتونی کار کاره بخون. آره با بخون هر چی دلت میخوان رازه بخون. انقدر بخون تا خوندونت برام خونه. پس بذار روزه برام هم واسه بخونم. اگه خیلی خاطرش میخوای فقط وایسا دم در نزا پاش برسه توی کارخونه. هاریش کن که دیگه دستش به جای بند نیست. بهش بگو قاسم گفت همینقدر که ماهیانی یه چیزی واسه کنار میذارم برای هفت پشتت بسه. خیلی؟ نه باریکلا خوشم اومد. رو اومدی واسم بیا. روح شاد خلیل که چی به موقع سرد شدی کنچین کتمه. تو باس داوود باشی نه؟ چی میگی مرد؟ یعنی تو یکی هم خبر نشنسی؟ یه نگاهی تو آینه بنداز بگی خودتو میشنسی؟ ولش با میخوام شکا که خودم بشنسم. من تو رو باید بشنسم که میشنسم. فقط داشت قاسممون این وسط داشت یواش یواش فراموش شد میکرد. اوها بازم که داری راتو عوض میری اینجا خیابونی یه طرف هست. نداشت من رامو میشناسم. میدونم که دارم درست میرم. حتم داری اینقدر که داشتم سفارشتو به رفیق جونجونید میکردم. آره شناختم. ولی خب ایرانی نیست. یعنی بعضی وقتا آدم دست خودش نیست. خودشم نمیدونه داره چه غلطی میکنه. میدونه خالی میبینه و شروع میکنه به جفتک انداختن. تو میدون پرشم ما همینه. نه اینو راست میگه جونمود. این پرخانیت برش نمیشه. جفتک انداختن تو زاده شد. بازم چشت افتاد به عربایت هار شدی. صدا تو بلندتر کن تو کارگران بشنفن. گفتی ارباب یاد اون خدا بیا مرز افتادن. خدا رحمتش کنه. میگفت کار کردن یه جوهری میخواد که بعضی ها تو تنشون نیست. یعنی غیرت کارو نداره. جاش تا بخوای چاپلوسن و دو دوزه باز. همچی که بهت برسن دستا رفته رو سینه و سر افتاده رو شونه. ولی خدا نکنه دور دستشون بیفته که این گربه چنگ میکشن تو رو. حالا میفهمم دیرا نمیگفت. خدا رحمتش کنه راست میگفت. آدم وقتی اشتباه میکنه و سر میخوره یاد باباش میفته. بعد 40 سال کارخونه داری خدا بیامرز خام ما شد. بابامو میگم ما هم خام داوود شدیم و گفتیم تو داشت رفیقمونی میتونی مثل خود داوود یه پشت باشی واسه ما. غافل از این که نامرد جون به جونش بکنی بازم از پشت میزنه فرد. حق با اونه داشت درست میگیم. آمال کنها جمعه احوال شما چیه شده؟ چرا بی خبر؟ زودتر خبر میدادی؟ از بذار یه چیزی رو خلاصه واسه بگم. حتما خبر داری که اینجا 2 سم بیشتر نداری. نفهمیدم 2 سم بیشتر ندارم. یه شما خورم روشنش میکنه. کاری نکن باشد. 2 سم 4 سم کارخونه به اسم منه. تو موندی و 2 سم دیگرش که اونم یه صورت حساب بالا بلند واسه دارم. یعنی چی؟ یعنی 2 سم اینه که میبینی فدای نشگی شد. رفت پای دواجاتش. 2 سم حجت هم خرج اون زنی که شد. 4 تو خونه جای اون خدا بیامرز تکیه زده. باباته میگم. خرج یه هر جایی که با 100 تومن میتونی شب تا صبح باش خوش بگذرونی. اگه اینطور باشه هر دوشونو میکشم. بفنم کن ببینم. قول داریتم وردار ببر نشین اون اخوی گرامو نشونده محترمشون بده. صاحب کن ببینم چی داره میگه این. والا اینطوری هم که میگه نی ولی. ولی چی؟ خب برات میگم بعدم برات میگم. کجا میشه پیداش کرد؟ کیو؟ حجتو. با سر کارش میشه. پیداش کن بفرستش خونه. صاحب کن خالی. ناش جفتشونو تو همون خونه میندازم. آخرش کار خواهیتو کردی. بذار منم حرفامو بزنم بعدش برو. برو هر کاری میخوای بکنی بکن. برو بندازشون بیرون. برو بکششون. برو بزنشون.
واقعا زن همونطوره که قاسم میگه. این یه چند دقیقه بشینیم یه جا با هم حرف بزنیم همه میگم. خلاصه هر کاری از دستم برمی اومد به روح آقام کردم، حتی به قاسم سپردم پول بهش نده، ولی قاسم داد واسه اینکه چشش دنبال اون دودنگ حجت بود. آره ولی عبابت اون دوتا توفیری نمی کرد. نمیخوام بگم قاسم آدم پاکیه ها، نه، اون کلکشو به جفتمون زد، ولی حساب حجت و لیلا از این حرفا گذشته بود. پاک گرفتار هم شده بودن، کاری هم از دست هیچکی ساخته نبود، تازه خواهیت هم بودی توفیر نمی کرد. چرا توفیر می کرد؟ همین حالاش هم توفیر می کنه. اشکال میخوام، گفتن رفته، میره یه راست کن. لیلا دیدی تو بکنه؟ لیلا لیلا دامو شکو بادمش سلام بادمش. سلام سلام. فهمیدی خلیلو گرفتم؟ آره. کجی فهمیدی؟ اون اونو بشنم. اکی شناسی؟ روزنامه نوشتن. ای آقا چه زود خبرش روزنامه رسید. ولی میگن اون نکشتتش. پس بابام کشتن؟ داوودم اونجا بوده، یعنی با خلیل بوده، میگه کار اون نیست. نه من خود حجت هم همون موقع رسی نوشته اون تنها دم همون بوده. خب آره، ولی پیش از این که برسه کارشو ساخته بودن. حالا چی کارش میکنن؟ خب، بعد چی شد؟ درست وقتی داشتن وارد خونه میشدن، من رسیدم. موتور رو گذاشتم جلو در، اومدم تو. بعدش با هم رفتیم تو ساختمون.
دیدم بخار همون پیچیده تو اتاق و تو راه رو. تا من بیام به خودم بجنبم دیدم داداشم خودشون رسون تو همون و بلافاصله داد کشید و پرید بیرون. واسه همینه که میگم کارون نیست. متشکرم از توضیحاتی که دادین. با شما دیگه کاری ندارم. میتونین تشریف ببرین. سرکار؟ من قربان. ایشون آزادن. میتونن برن. میتونین از داودم بپرسی. اون از اولش بود. از ایشونم قبلن پرسیدیم. شما بفرمایید. خداحافظ. به سلامت جانم. ایشون آزادن. میتونن مرخص بشن. ممنون. یعنی فقط تا اطلاع بعدی از حوزه قضایی ما خارج نشید. چشم. ممکنه برای تکمیل پرونده به کمکتون احتیاج داشته باشید. بله چشم. فقط میخواستم به عرضتون برسونم اونطوری که داشتم گفت ما با هم نرسیدیم. یعنی اونم درست همون موقع رسید ولی جدا جدا نه با هم. بله بله متوجه شدم. ولی مسئله گذشته از اظهارات شهود مربوط میشه به اثر خون مردگی زیر ناخون مقتوله که ضمن کلنجار با قاتل و احیانا خراشیدن تن قاتل ایجاد شده. خوشبختانه اثری از خراشیدگی در تن شما نیست و با آزمایش خونی که از شما به عمل اومده ثابت شده که گروه خون شما با گروه خون قاتل یکی نیست. بله کاری ندارم. میتونه تشریف ببرید. قربان آوردمش. همونجا باشه. واسه تا صدات کنم. چه بدبختی داریم. چی شده؟ چیکار کردی؟ چی میدونم والا. داشتیم واسه خودمون جنس میخریدیم. میگم داشتیم میفروختیم. حرف نزن. چش. آره جون من. تو گفتی اون باور کردم. پلیس آگاه پسر میدونه با شما انگلا چجوری باز رفتار کنه. باید نصفتونه بسوزونه که نسل شما رو داریم میسوزونه. چی میگی آقا میخ؟ بیم پدر مادران ده تان جنسی میذارن کفی دست مشتری میگن چل تان. توف با اون غیرتتون بگم که ندارین. شرف بگم که بو نبردین. به چی بگم آخه؟ بگو به گور پدره. ساکت باشه. به گور پدر و گرانسان. تو یکی که آقا هرچی معتاد مردین. یه افتی خانم خانم من. بله یه کشتر رو بگم که سالی نگه با برد بگم. بله خواهد ناجره تو هم. بله سوکر. قربون تو. تو چطوری؟ قرب علاقی سم. تموم شد یا نه؟ خدا بخواد تموم شد. حجت کو. گفت شب میبینه. جاشو برم پر کنم. که تو اومدی و کشتیش. چی؟ عوضی فکر میکنی حجت جون. این چی داره میگه؟ من کشتمش؟ کشتیش. بنا حقم کشتیش. ای که میشتی میخوام باید حرف بزنم. حرفی نداری این باهم. بالاخره یه روزی عاشق میشی و زن میگیری. مثل همه. دیگه داری شورش در میاری یا بالاخرهش با شوهر بکنی یا نه؟ دو روز دیگه که چهار تا چورو گفته تو صورت تو یه مش موی سفید نشست رو سره بعد بشینی تو خونه و بزنی تو سر خود. منی که داشتم رک بهت بگم اما رفتم تا بودم که تکلیف روشنه. امروز و فرداست که دیدی یه دفعه رشته گرفته افته تو خیابون و یه ماشینم شپلک کلکشو کن. خدا بزرگه یه لامونم از هر کجا شده گیر میاد. از کجا گیر میاد؟ همینم مونده که ولت کنم تو بغل این اونا سر از کاف مافا در بیاری. کور خوندی خانم؟ دارم بهت میگم خوب گوشتو واکن. فردا آقا مرتضی میاد خواستگاری. خبر مرگت میری میشینی تو خونش و قشنگ زندگی تو میکنی. من نمیخوام شوهر کنم. نمیخوای شوهر کنی؟ خر خواهتی. دیگه بعد از یام از تو هم بخوایم چلک بخوریم که فاطمه خونده است. نگو نمیخوام شوهر کنم. بگو نشستم ببینم آقا خیلقا کی لب باز میکنه. ولی اینو بهت گفته باشم. اگه پای تو به خونه اون آدم برسه جفتتون باید از رو جنازه من رد بشین. بفرمین تو خیلی آقا. بفرمین. سلام علیکم داشت خواستم. سلام. قبولی رقی باید کار دارم. شما بفرمین تو معلومیم خدمت.
وفا آخرت باشه که ورش میداری میریش تو این خونه. یه دفعه دیگه پاشتی این خونه برسه حسابت پاکه. بفرمایین بشینیم. خوبه، راحتم. گفتم حتمانی اونجا دیگه سرتون گرم شده و موندگار شدیم. نه، گرفتار کار بودم بیشتر. بعدش هم آدم نمیتونه دوام بیاره، مخصوصا اگه دلش جای دیگه به هم باشه که دیگه با به اینا دیگه. اینو نگی، آدم اگه یه گوشه دلش هم بند باشه لااقل ماهی یه نامه رو میفرسته. ماهی؟ 15 یه نامه فرستادم اما فقط جواب اولی اومد. یه دونه بیشتر نیومد که بلافاصله هم جواب دادم. یعنی از اون همه نامه فقط یکیش رسید؟ اونم یه روز اتفاقی دم در رسیدم که نامه رو بگیرم، قاسمم رسید. نمیدونم چه ترس و لرزی نامه رو از پست چیه گرفتم. وای خدایی که ملتفت نشد و اینا قیامت بپا میشد. ولی حالا میفهمم. چی رو؟ قاسم رو یه بعدش دیدم که با پست چیه حرف بزنه. آره، بعدش هم دیگه نامه این هست. بله. چه فکرهایی که تو این مدت نکردم؟ همین فکرهایی که من میکردم. گفتم حتمانی از ما بهترون اونجا با موهای بور و چشای آبیشون ما رو از چشم شما پاک انداختن دیگه. نه، اتفاقا برعکس. آدم اونجاست که میبینه دلش داره میترکه، یاد قول و قراراش میفته، یاد حرفایی میفته که وقت رفتن تو گوش آدم میخونن و میجن. دروغ که نگفتم. نه، نگفتم، دروغ گفتم. آدم اونجا که هست یه دفعه هول ورش میداره که نکنه برده باشنه. نکنه یه روز برگردی و ببینی جای خالیش نیشتر میزنه تو قلبه، مخصوصا وقتی که نامه میدی و جوابی برات نمیاد. پس داوود کجا موند؟ چرا اونجا نشستی داوود؟ بازم که الان میام آبجی، داشتم سیگارو کشیدم. پاشو بریم تو، پاشو. ای بشش، بذار تازه به تازه پاشو. قاسم که ایمان همچی؟ نزدیکش سو نه مرده که سو کار میکرده خورد و خمیره رو بخوادن تا رسید دوباره غرغر رو شروع کرد. چی با؟ اخلی می با؟ آره، فردا میخواد آقا مرتضی رو بیاره خواستگاری. واسه تو؟ بک میده شما مخش با همگوشت بزباش دارد دراتون رو بیده. تو چی گفتی؟ چی بگم؟ خودم موندم. فقط اینو میدونم اگه یه خورده دیگه سر به سرم بذاره یه بلایی سر خودم میارم. چه میارم؟ گفت فردا بعد از ظهر میام. بذار بیام. بیام؟ کاری نموشه، بذارش با عمده من به ما میگه نفلاتون بده من سینی با خیالت بعد میشه. چی شد؟ همین جز خالی خواهد دو اتاق پاتیمه بگرخونش دلش بده خوش بده دست دیگه. سلام علیکم. دیشب خونه نرفتی؟ نه. اگه بخوایی میتونیم خونه رو بفروشیم. واسه چی؟ گفتم شاید بخوای خونه رو عوض کنی. واسه من فرقی نداره چون دیگه پا تو اون خونه نمیذارم. خب منم دارم واسه همین میگم.
اونجا رو میفروشیم و یه جای حسابی گیر میاریم. هر کاری دلتون خواست میتونیم بکنیم، منتها چنا چون من نزن رو تون خونه، بلکه تو هیچ خونه دیگه قدم نمیزنه. چرا؟ دیگه نپرس چرا. تو راست راستی فکر میکنی من اونو کشتم؟ به چیزی که با چشم دیدم میخوای شک کنم؟ گوش کن بچه، من نیومدم به عراجیفی که تو سر هم بافتی گوش بکنم. اومدم بشینیم مثل دوتا آدم درست حسابی با هم صحبت کنیم. شاید قبل از مسافرتم باید این کارو میکردم، حالا دیر نشده. راست میگه دیگه، کوتاه بیا آجا جون. تمومش کن دیگه حجت جون، از خر شیطون بیا پایین داداش. ده وایسا، این بچه بازی ها چیه دیگه؟ ببین پسر جون، من جوونی و زندگیمو به پای تو گذاشتم، منت سرت نمیذارم، وظیفم بوده. اما در مقابل آرزوم این بوده که بری درس بخونی، آدم بشی، سری تو سرا بیاری. گفتم این کارخونه به کمک بازوهای من و مغز تو رونق بیشتری میگیره. ببین دیگه، چهار کلم خوندن و نوشتن که ما 40 سال پیش یاد گرفتیم به درد این سال زمونه نمیخوره. این روزا آدم دیگه نمیتونه سرانگشتی به حساب کتاباش برسه. کارگری که دیروز جای امضا انگشت میزد، امروز وای میسه پای ماشین ریز و درشت دستکارا به انگلیسی برات میخونه. وقتی داشتم میرفتم گفتم این کارخونه با این چند تا دستگاه اموراتش نمیگذره، دستگاه های جدید میخواد. میخواستم تو رو بفرستم، گفتم از دانشگاهت میمونی و علاف میشی، غافل از اینکه رفتنم همه چی رو به هم میپاشه. آدمی که مثل تخم چشام مواظبش بودم به راهی کشیده میشه که هیچ وقت فکرشو نکرده بودم. آه، حرفاتون تموم شد؟ اینکه همه چی رو به هم ریختیم، ولی بازم برای من همون حجت سابقی داشمی و وصله تنمی، بعد خوبت مال خودمه. جنم میخواد برگردی به زندگی، سرتو بنزی پایین بری دنبال دانشگاهه، دنبال درس و مشقه. نمیخوام ببینم صبح تا شب تو عرق فروشی ها و تو اینجور جاها بگذرونی. تو جوونی، راه زیادی در پیش داری، فقط کافیه همت کنی و راه بیفتی که به کجا برسن؟ به جایی که قبل از رفتنم قرارش گوشتیم، شبی که با هم صحبت کردیم، یادته؟ آره یادمه، ولی دیگه جایی برای من وجود نداره. بخوام و نخوام به تایی خط رسیدم. اشتبا میکنی؟ این دفعه رو دیگه میدونم که دارم درست میرم. یه کشته دادم، یه کشتم میدونم. چرا فکر میکنی من اونو کشتم؟ گفتم که فکر نمیکنم، رو اون چی که دیدم حساب میکنم. تمومش کن باسی دو. بفرمو تو هایش جاسه. خیلی خوش آمدید. بفرمایید تو دیگه، مسئله خودتونه، بفرمایید پیش می‌کنم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. طرفدارت کردید. بفرمایید. سلام. بفرمایید. سلام علیکم. حال شما چطوره آقا؟ حالتون خوبه؟ سلام علیکم. بیا. بگو چند شوی بریزه برام. چاش. تو همه خوش بزنه چون بودو اینا بودو بودو وقت طلب نکن، آقا مثل قرقه برجا براب جی، بودو سلام. اشالله به پای هم دیگه پیر بشم، تعریف نباشه ها. شیرین دختر خیلی محجوبیه، زن خوبی میشه واسه شوهرش. چایی دم نکشیده، چایی شبونده، چایی بفرمین بانو، بفرمین. یکی بیشتر برد بچه هم که چایی نمیخوام. آقا بفرم آقا زده. خیلی من آقا بزرگ بفرم بابا، یکی بیشتر که نمیرسی نگاه میکنید. ای بفرم قاسم آقا. تو چرا آوردی؟ خود شیرین کجاست؟ شیرین نیستش. نیستش؟ یعنی چی؟ یعنی نیست، گوشته رفته خونه داییش. کجا رفته؟ چه میدونم. و تو اینجا چی کاره بودی؟ دو حال پایین آقا.
دارم ازت میپرسم درست جواب بده. جواب چی رو؟ دلش نمیخواد شوهر کنه داداش، یعنی از یکی دیگه خوشش میاد، نه از این آقا. کفک صاحب. نه او، منم همینطور. آقا تو رو خدا این آقا با آبجی من میخوره. کفک صاحب، دانت برن، چرا پرت و پلا میگی؟ منو زد، شما خودت بگو، بینی و بین الله کجای پسرت به آدمی زاد میره؟ به به، دست شما درد نکنه، خدا مرگم بده. والا راست میگی، اگه به آدمی زاد میرفت که راه نمیافتاد بیاد از همچی خونه ای زن بگیره که. شما ناراحت نشین، این مرتی که خره، یه فسک کتک بخوره از بار بار زبونه میفته. بله نیست من. دختر تو فامیل نیست که آرزوی جوراب پاراشو نداشته باشه. صحبت جوراباشو نکن دیگه، حالمو با هم نداره. گفتم خفه شو نده. بیاین بریم که اینجا جای ما نیست. بریم. خانم کشور خواهش کنم، شما چرا خامه این بیچاق دهن شده؟ به روی شما داری میخندی؟ نه بابا، به ننه. خوشکشا پرشون دادم. میخوای خودم باش صحبت کنم؟ چی بهش بگی؟ باش صحبت میکنم، ببینم اصلا حرف حسابش چیه، چی میخواد از جون اینه اون؟ حجتو که به این روز انداخت، داوودو که به خاک سیاه نشون، حالا ویرش گرفته که تو رو شوهر بده، که چی؟ منظورش چی آخه؟ نمیدونم والا، فقط اینی میدونم که اگه تو نخوای پا پیش بذاری، اونم همینطور چپ و راست به خدا آزارم بده، میذارم از خونه میرم. کجا؟ نمیدونم، هر جایی که صبر کردم، دیگه نمیتونم طاقت بیارم. یه خود دیگه هم صبر کن، اینقدر که تکلیف حجتو روشن کن. الان که نمیتونم با این وضع ولش کنم. میخوای چی کارش کنی؟ نمیدونم، شاید بفرستمش بره خارج. خب این مگه چقدر طول میکشه؟ میتونی همین امشب باهاش صحبت بکنی؟ نه، حالا نه، حالا نمیتونم. چرا؟ خب الان نمیشه، نمیتونم. یعنی اون الان وضعش طوری نیست که به حرف آدم گوش بده. ببین خلیل، یک کلمه بگو نه و خودتو راحت کن. دیگه هم گردن حجت و این و اون ننداز. تو خودت هم میدونی که عوض شدی، دیگه اون خلیل سابق نیستی. ازت هم دلگیر نمیشم، هر کس دیگه ای هم جای تو بود همینطور میشد. نه تو، همه مردا همینطورن. همین که پاشون به خارج میرسه و چهار تا موبرو چزاق میبینن، خودشونو گم میکنن. دیگه یه دختری چادری مثل من نمیتونه براشون زن بشه. چی داری میگی؟ موبور و چشزاق کدومه؟ دیگه جانم عذاب نکشی، من خر بودم که تمام این مدت نشست. ولی تو فکرش نبودم. اگه بودین اینطور نمیشدی. گوش کن خلیل خان، هرچی که بود تمام شد. با خیال راحت میری دنبال همون چشزاقای موبور. من خودم میدونم چطوری با بدبختی خودم صبر کنم. صبر کن ببینم، صبر کن دختر. خوب نیست تو بیابون، مردم هزار جور فکرهای بدبد میکنن. تو خودت هم نمیدونی چی داری میگی. چرا؟ خیلی خوبم میدونم چی دارم میگم، فقط خواهش میکنم دیگه سر به سرم نذارم. برو دلم کن تو رو خدا. شیرین، شیرین اینجا، اینجا. باز که اونجایی؟ چه کنیم؟ چی شد؟ دیدیش؟ آره قاسم خونه است، خواهی تو گم و گل کن تا خونه بره بیرون. داوود، کی بود؟ شیرین تویی؟ آره، منم. ببینم کجا رفته بودی؟ سلام. سلام و مرحب. باید ببینم با تو هم کجا رفته بودی؟ رفته بودم خلیل رو ببینم. اگه یه دفعه دیگه اسم نشه بیاری دهنتا پر خون بکنم. چشمامو میذارم رو هم با مش همچین میذارم که دندونات بریزه تو دهنم. خیالت راحت باشه، دیگه اسمش هم نمیارم، ولی نه به خاطر تو، فقط واسه اینکه تمام این مدت مثل بدبختا کس کردم گوشه این خونه و به خودم گفتم اگه گردنم هم بزنن نمیذارم دست هیچ مردی جز اون به تنم بخوره. ولی حالا نه، نمیگم تو این خونه میمونم و تن به حرفا و بد و بیراهای تو میدم ها. نه، میرم دنبال زندگیم، هر کی هم جلو رام سب شد دست رد به سینش نمیزن. آفتا شد آفتا شده ایش کیس کارش برنام کمارینا.
شوهر میکنی حرفی هم توش نیست. تا فردا این موقع یا جنازتو میندازم یا مثل بچه آدم سرتو میندازی پایینم میری خونه مرتضا. اگه تو همون فردا کاری نکردم که کلاتو بذاری بالاتر از تو کمترم. پس خون بجوه. میگه یه خورده دیگه صبر کن تا تکلیف و حجت رو روشن کنم. میگه بذار اونه یه سر سامون بدم بعد. بهش گفتم خب برو امشب باهاش صحبت کن. میگه نه حالا نمیشه. خیال میکنه من خرم. میدونه جان من با دروغ نمیگم. وضع حجت درست نیست. یعنی الان یه جوراییه که اگه اون باهاشم صحبت کنه توفیری نهره. به تو هم که همین حرفا رو زدی. تو هم که مثل من دست انداخته. نه دایی اون چیزی به من نگفته. پس تو چرا اینه میگی؟ واسه اینکه میدونم حجت نمیخواد به حرفاش گوش بده. آخه چرا؟ زندگی ما داره از هم میپاشه واسه خاطر حجت؟ همه چی داره تموم میشه فقط واسه اینکه نمیخواد با حجت حرف بزنه؟ آخه بیمیم باشه من میرم با این صحبت بکنم. همین امشب میرم با حجت حرف میزنم و قالو میکنم. اما شرط و آقا شروط ها که تو دیگه دلگیر نباشی و لب با کنی. باشه بخیر جانم هم بخیر. سلام علیکم. سلام. اینجا چیکار میکنی؟ دیگه داشت خوابم میمون. دیدم موتور پت اینجاست. گفتم حتمنی داری بازی میکنی. چیکار داری؟ بریم تو را وسط تعریف میکنم. کجا؟ چه میدونم هر جو که میری تو نری با نشان میپره. صف بشین. حالا صف نشستا برو. جات اینجا داره اصلا به مسافر خونه نمیره. اینجا آدم فکر میکنه فاتحه دنیا رو خوندن وقتی میبینه انقدر تنها و دل مرده ای. بیا تو. گفتم میشینم یا خودو باید حرف بزنم. تو راستی فکر میکنی خلیل زنه تو کشته؟ آجا ببین آجا من چطوری میتونم بهت بفهمونم که اون حتی دستشم به دست زنت نخورده؟ و کی تو معتقدی؟ قسم میخورم به خدا، به پیغمبر، به دین، به آیین اون زنتو نکشته. به هر کی که من تو میپرستیم قسم میخورم. من باش بودم وقتی رسیدیم اون رفت و من نشستم بیرون که دیدم دعا زد دعا بود. خودتم که اون موقع رسیدی و دیدی چی رو دیدم؟ که زنم افتاده بود کف همه اونم خونین و مالین؟ بله باور کن کار اون نیست. فرستاده دید که همینها رو به این بگی؟ برشید والله اون نفرستاده تا من خودم اومدم که باید بگم داری زندگی دو تا آدم رو به هم میپاشی فقط واسه اینکه نمیخوای یخت درست فکر کنی. اگه فکر کنم اون نکشته، اگه فکر کنم زنم دیوونه شده بوده و خودشو کوبیده بوده به در و دیوار هموم و کشته شده، اون وقت درست فکر کردن؟ آره؟ نه، زن دیوونه نشده بود، خواهشم نکشته، اون کشته شده، این همه میدونم، ولی نه به دست خلیل. پس به دست کی؟ اون به کسی آزاری نرسونده بود که کسی بخواد اونو بکشه. عاشق شیرینه، خواهرم رو میگم. شیرینم همینطور. منم همینطور. ما هم عاشق هم بودیم.
خلیل که برگشت با هم عروسی کنن، ولی حالا نمیتونن. یعنی خلیل تو هم ازدواج نمیده، چون که خلیل نمیخواد داشت بگه که برادرش درباره چی فکر میکنن. برادری که زندگیش گشته به پاش، امروز شده خار راهش. فقط واسه همین؟ آره والا، فقط واسه همین. بس خرس؟ آخه چرا داوود؟ تو چی کم داری؟ چی کم ندارم آبجی، ولی وقتی بالای بالا اون وقت جهانی میدونی چرا علمی میگذره. اینجوری حرف نزن. با من واسه چی؟ خیلی گرفته است. میگفت اون با من که این وقته میه داشت 18,000 میشه 2,000ش هم مال خوده. اونجاست بالا. تو نمیانی؟ نه همینجا منظرت میشم. تنه بیاین تو. سلام. سلام. تنها اومدی؟ نه داوود پایین دمه داره. چرا نیومد بالا؟ گفتم شاید بخواین تنها با من حرف بزنی. بفهم میشه؟ مرسی. صبحونه خوردی؟ بله مرسی. دیشب داوود با هم صحبت کرد، جریانو به این گفت، گفت مثل که فیران گرفتاریتون سر منه. سر شما؟ آره مثل که داداشم گفته اول باید منو یه سر سامونی بده بعد به خودش برسه. والا نمیدونم چی بگم، خودش که اینجوری میگه. اون گفت شما باور کردی؟ مرسی. نه به خودشم گفتم، واسه همینم میخواستم با اتون صحبت کنم. اون داره این وسط کاسکوزر سر من میشه. خودم میدونم. اون چشمش به 4 تا زن خارجی افتاده، این رو اون رو شده. آره داوود گفت دیشه. چی رو؟ اینو که گفته بود این رفته خارج و برگشته دیگه زن ایرونی به دلش نمیشینه. دروغ گفتم؟ نه نمیگم دروغ گفتیم، ولی تا اونجایی که من خریده میشناسم اون زن خارجی بگیر نیست. بعدش هم اینو که میدونم شما رو میخواد. حالا اگه شما واقعا میخواین باهاش زندگی کنی یه خورده باید کمکش کنی. خب چیکار کنم؟ اون چادر از سرتون بردارین و یه دستی به سر روتون بکشین، بشین همون جوری که اون میخواد. خلاصش اون یه زن فرنگی میخواد که ایرونی باشه. والا اگه بدونم اون چادر رو دوست نداری خب ورش میدارم. اون میخواد ولی نمیتونه رو راست بهتون بده. آیا تا حالا خودتون فهمیده باشین؟ اون دلش میخواد زنش درست مثل یه زن فرنگی مشروب بخوره، برقصه، شاد باشه. اینو جدی داری میگی؟ آره، جدی دارم میگی. واسه همین هم بود که گفتم میخوام با اتون صحبت کنم، میخوام کمکش کنم. اون تنها کسیه که من تو این دنیا دارم. میخوام حتما عروسیشو ببینم. منم دلم میخواد خودم رو عوض کنم، دلم میخواد همونطوری باشم که اون میخواد. ولی چطوری؟ بذارینش به اختیار من. فقط خودتون رو بذارین در اختیار من. چی؟ نترسی، هر کاری میگم بکنیم به نفع جفتتون. شده داداش؟ خب برود بیا پسر، اگه داشتم نبودی نشت میداختم همینجا. این جواب اون همه خوبی که در حق کردم؟ چرا اینقدر آتیشی شدی؟ تو که این همه روش تعصب داری خب چرا اینقدر دست دست میکنی؟ بگیرش و خودتو راحت کن دیگه. اگه تا حالا سب کردم فکر میکردم تو سر حق بیه، همین فردا تمومش میکنم. خانم شیرین شکوهی،
آیا به این جانب وکالت می‌دهید که شما را با صداق 1,000,000 ریال وجه رایج مملکتی به اضافه 1 جلد کلام الله مجید و 1 شاخ نبات به عقد دائم آقای خلیل گلچی در بیاورم؟ بله. مبارکه. این مال شماست. کی داده؟ اون آقا چون بالا باسه. رومان مشکی خیلی من خواهش رومان مشکی زن داود من شرمندتا میبخشی تو که وضع منو درک میکنی با این موقعیت و حجت میدونی که نمیشه از این بهتر برگزار کرد انشالله 3-4 ماه دیگه مفصل خجالتتون در میاد اختیار داری خلیل خان یه حرفا چیده ای ما نوکر شمایی حجت ها؟ حجت سلام شادم از سلام توی آره معلم خودم انتظار نداشتی؟ اومدی که دوباره همون شرط و پرتا رو شروع کنی؟ اگه اون اتفاق واسه تو شرط بوده خب میشه گفت منم دارم پرت میگم ببین اگه یه دفعه مثل بچه آدم بیشینی و به حرفام گوش بدی اون وقت بهت ثابت میکنم که اون اتفاق شرط نبوده ولی تو داری پرت میگی هر چی زرنگ باشی از مأمور و قانون و این حرفا زرنگتر نیستی به هر حال من نیومدم که دوباره شروع کنم اینایی که میگی همه شرفه گفتی فکرمو بکنم منم فکرمو کردم اومدم بشینم سر زندگی یعنی مگه تو همینو نمیخواستی اومدی که اینجا بمونی عیبی داره خودت گفتی بیام خلیل بیا صبحونه سلام زنده داشت سلام خوش اومدیم حجت خان چه عجب از این طرف هم بله الو گوشی دست ماشه داداش خلیل با شما کار دارم چیه؟ از کارخونه هست، حاج احمده چیه؟ چطه؟ بله حاج احمده باز چورت میزنی که؟ اومد چورت بزنه که دیشب نخواهد خود امضاش کن دیگه آجات بله داداش تو مایی نمیخوای بری سر کار نه دیگه نمیرم پا میخوای چیکار کنی یه چی؟ یه چند وقتی میخوام بشینم تو خونه که چی بشه؟ به چی؟ حوصله هیچ کاری رو ندارم جز یه کار که اینشالا به همین زودی تمومش بره شیرین ولش کن چادرتو منو سرت بریم کجا؟ میریم یه سر کارخونه از اون برم بیریم نهار میخوریم یاله را من بیام کارخونه چی کار؟ خب برو برگرد من 1000 جور کار دارم گفتم بذارش کنار اسب برمیگردیم بدو رجا مینم علی پس خرید من تو بکن برگرد کارخونه با هم میریم خونه باشه زیاد معطل نمی کنم خیلی خوب برو به سلام زیاد بی رادش نبی آقا
بذارنش راحت باشه. یه امروز که میخواست بمونه خونه باز نشد. هنوزم فکر میکنه من زدم زنشو کشتم. چی میگی؟ جون حاجی دیگه داره کلافم میکنه. یه وجب بچه نمیدونی چی داره به روز من میاره. انقدر که یه دفعه ممکنه بزنم نابودش کنم. آخه بهش بگو بچه تون تو چه از قانون بیشتر سرت نمیشه که اومدن گرفتن پرسجو کردن تحقیق کردن چه میدونم هر کاری که باید میکردن کردن بعدش هم دیدن کار تو نیست فلت کردن. سرش نمیشه دل آمسته پرش کرده تو یک هفت که الا و بلا تو کشتی دیگه. آخه مگه آدم چقدر به یه نفر حرف میزنه آجا همه؟ میدونم خلیل خان میدونم چی میگی بزرگش کردم میدونم تیگی دنده و لج بازیه. اونا میری نشستم باش صحبت کردم بهش گفتم بی برو خارج بی برو دنبال درست بیا مثل بچه آدم سرتو بنداز پایین بچسب به زندگیت از خر شیطون بیا پایین اینقدر بچه بازی در نیار. نشستم بهش گفتم من اگه دستم به اون خورده بود اتو یه وجب بچه که هیچی از تغفر الله از خدای تو هم واهمه نداشتم. خوابم نمیبره تو بگی بخواب. یه فکری به سرم زد. چی؟ بیا یه چند وقت دست زنتو بگیر به هوای ماه عسلم که شده ورش دار برو شما اینقدر که برا بیاد و حالیستی که داره چرت میگه. در زم یه سری هم به کارخونه شمال بزن یه قرار داده چوبم ببن. نه حاجی این آدمی که من دیدم ولکن معامله نیست تا یه کاری دست خوب شما نده دست بردار نیست. دواسه همینه که میگم یه چند وقت بری شمال اگه بمونی اعصابت هم داغون میکنه میرسونه به جایی که خدایی برده. به همون جام دارم میرسن. بله الو باشی بینم بایی شما اینا کجام؟ شما خبرت تو هم کجا رفتن اینا؟ کیا؟ در اتاقشون واضح خودشون هم نیستن. آره نیستن صبح قرار برم. کجا؟ معصر میگم کجا؟ جاشو دیگه نمیدونم یعنی چیزی نگفتم فقط گفتن میریم که خوش بشه بذار بخوابیم دایی. میگم پس چرا من چیزی نگفتم؟ میخواست بگه ولی نهیده دیر اومده خوابیده بودم. وقتی اومدم بیدار بود خودم دیدمش چیزی به من نگفت. خب حالا من بهت میگم. آره ولی جاشم میگی جاش رو دیگه نمیدونم. نه من خواهشنام درست نمیدونستم کجا میخوام برم. ارسوده بدبخت تا که این خواهی ورش داری این سراخ اون سراخ قایمش کنی. مواظب باش ما اونا چی کار داریم؟ بلش ما دسته تو بکش کنات آجا آجا آجا
بده من اونا به دردت من میخورم. اتفاقا خیلی به درد من میخورن. میدونم اینا چی هم. بش من تا رو خواه خواهی تو لوس نکن با اونا چی هم. برای نیگرشو میگرم. خیالت راحت باشه. چون نشمه های جنم. گمشو. در واکن در رو بیمانی. حالا میتونی با هم کنار بیاری. تو جنستو میخوای؟ منم جای اونا رو. نمیدونم به هنچه گفتم خودشون هم درست نمیدونستم کجا میخوام برم. چرا؟ اونا خوب میدونستم کجا دارم میرم. تو هم میدونی مشکو آجر بی خود خواهی تو منو زجر نده. میگم نمیدونم قبول کن. ای شیش ماه تمام هم این تو بمونم و روح مرگ بشم نمیتونم بگم. یعنی نمیدونم چه باید بگم. باشه ممکنه بدونی یای رفته باشه. هر وقت یادت اومد منو صدا کن. آجر سب کن آجر ایمانی یادت اومد؟ با تو هم میگم یادت اومد؟ بچه بازی در نیا من حالم خوش نیم نمیتونم دوام بیارم آجه منم دیگه زیادی دوام آوردم. آیش میکنم من میمیرم نمیتونم این کار نکن. شنبه قراره برم ترک کنم. فقط بگو کچان اونا کچان برم میمیرم بهت گفتم که نمیدونم دروغ که نمیگم. خواهش میکنم در واکن بزنیم بیرون. که چی بشه؟ که بری گیر بیاری؟ خب جنس که داری فقط کافیه حرف بزنی. گفتم نمیدونم اگه میدونستم که تو حالا بهت گفته بودم که خب پس حال معامله نیستی ها؟ اما تو بمون نمیتونی این کارو بکنی. با جونه یه انسان که نمیتونی بازی کنی. صدا میشنوی؟ حرف بزن. تصمیم گرفتی یا نه؟ میگی کجا رفتن؟ رفتن شما. خودم حدس میزدم رفتن شما. الانم داشتم راه میافتادم که برم. یا اینم کلید. لباسم رو میزه. Thank you.
کارش از پل گذشت مثل آشغال پرتت کرد بیرون؟ یا تو اون شیرکش خونه ها زدن تا اونت کردن؟ ایش کدوم من... هر حال اگه اومده تیغه بل کنی باید بهت بگم دیگه چیزی نمیمازه. اینقدر زخ خوردیم که دیگه جای سالمی نموندی که تو تیغ بندازی. جای ناخونه چطور؟ خراش هایی رو سینه تو میگرد. بزوره چه؟ خراش هایی رو سینه با تو هم چی میخوای بکی؟ قیال حرف بسن. داش من دو روزه که دوا نکشیدم، تمام استخونم داره تیر میکشه. زیاد به حرفم نرتوست بگم. نه باریکلا رو اومدی. خب بنال ببینم زیر ناخونه زن حاجت خون پیدا شده. قانونی هم گفته مالا وقتیه که زنش با قاتلش کلنجار میرفته، یعنی خون مالا قاتل. آب این چه ربطی به من داره؟ من داشتم و خوب میشنستم. من قضیه درگیری های تو حاجت هم که سر لیلا داشتین با خبرم. روزی هم که کشته شد ما هم با خلیل بودم. بعدم که جای زخم رو سینه تو دید. دفعا نزدی زده به سرت. برو تو جعبه اسمه من یه بسته است. ورش کن بکش سر حال بیا که اینقدر جفنگ نگی. نه قاسم، قضیه چیز دیگه است. آره جونم، گوش کن قاسم آقا چی میگه. من تا حالا هیچی نگفتم چون داشت همه دوستت دارم. آره ما یه موقعی با هم همبازی بودیم، گرچه اون موقع هم تو ظالم بودی، اما برادر یا وصله تن. ولی حالا یه قضیه فرق میکنه. حالا ممکنه یه دفعه از دهن بیچاک و وصله من بپره و بگم سینه برادرم و ناخونه یه زن خراش انداخته. کفتا 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 شیرین چه چیزی حرف بسن. حرفت بسن. موضوع نامه چیه؟
خیال میکنه بعد یه عمر هنو تا رو نمیشنسم خیال میکنه انقدر خواهم که یه راست را بیافتم بیام بگم تو قاتله میدونستم وقتی بفهمی کارم به اینجا میکشه صابیه رفتم کارخونه تو زودتر بنار یه نامه دادم حاج احمد گفتم ای تا فردا بر نگشتم نامه رو بده کلونتره کفشو ببینم چرا خواهد نرناتری؟ واسه این که من مثل تو نیستم حالم که میبینی فقط واسه اینه که واجهت داره انتقام لیلا رو میگیره او میخواد شیرینو به تقاص زنش بکشه اگه شیرین یه طوری بشه دیگه چیزی واسه من نمونه که به خاطرش زنده بمونه خب حالا میگی من چیکار بکنم یه جوری واسه جلوه جتو بگیری من که نمیتونم تو باز یه کاری بکنی ای تو نظری شیرین قربونی ماجرا بشه منم باز دهنم میبندم و دیگه هم باها نمیکنم حالا کچان قضیه چی هست؟ شما شیرین خلیل اونجان حجت هم داره میره که کارش انجام بده یه ساعت پیش جونت مثل اینکه سرما خوردم ای بابا من میرم بالا لباس عوض بکنم خیلی خوب 7-8 قرص ویتامینم برو بالا زندگیمون بیریخ نشه باشه ببین کیه اینجا الو توی اوجا از کجا فهمیدی؟ یعنی میگم از کجا داری تلفن میکنی؟ ما چرگو همین الان رسیدم چی؟ نه، کاری نداشتم، اومدم تو رو ببینم نه، ویلا نه ببین، یه جایی بیرون قرار بذار ببینم ایت خوبه چرا نمیخوای به من بگی؟ چی رو؟ حجت از چی ناراحتی؟ چرا اینقدر به پر و پای تو میپیچی؟ هر چی که از امروز تمومش میکنم، دیگه از این قایم موشک بازی یا خاصشونو شیرین خانم کی؟ منم، حجت حجت سلام حجت جون همین الان خلیل اومد دنبال تو آره دیدمش دیدیش؟
پس چرا؟ اینی حرف هست که میخواستم بهتون بگم. برای همین دلم میخواست تنها باشم. با من؟ دلم نمیخواد اینطوری با اتون حرف بزنم. ولی چاره دیگه ای ندارم. بالاخره یه روزی بعد حرفامو میزدم و کارو تموم میکردم. کار چی رو؟ من همیشه به شما احترام میذاشتم. واسه صفا و صداقتتون، واسه سادگیتون، واسه عشقی که به خلیل داشتین و مثل جونتون حفظش کردین، واسه این و خیلی چیزایی دیگه که امروز روز کمتر میشه پیش کسی سراغشو گرفت. همیشه فکر میکردم، یعنی منظورم اون اولاست، به خودم میگفتم یه روزی شما با خلیل ازدواج میکنین و خونه ما مثل تمام خونه های دیگه یه تکونی به خودش میده و میشه یه خونه با یه خانواده خوب. خب مگه الان نمیشه؟ نه، خلیل خیلی زود خرابش کرد. خلیل خرابش کرد؟ آره، طوری هم خرابش کرد که دیگه امیدی هم برای ساختنش نیست. خلیل مگه چی کار کرده؟ دنبال من بیاد تو بهت بگم چی کار کرده. نگاه کن. چی؟ اینجا چرا اومدی؟ خوب نگاه کن، یه هم تیم جایی با که میزن منو کشت. جدی تو هم چی میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ آری رو که خلیل با لیلا کرد میخوام منم با تو بکنم. بودم کن، جیغ میکش اما دارم نمیخواست این کنو شد. دارم با تو نم آجان، آجان، داری خوب هستی، خوب هستی آجان، من داوودم، گوش کن، این چی میگم آجان؟ شبانه داری اشتباه بس کردی، آره؟ بس کنم آجان، اونو میکشی لام هستم، بسته میگه تو چرا هر سرت نمیشه آخه؟ به خدا خلیل زن تو نکشته، کار اونی، کار قاسمه، خودش هم الان اومده بهت بگه، مگه نه قاسم؟ خواهی که نایمده این جوش میگه بودم بچه، کسی خواهی بچه حرف بزنم. باور کن حاجه جون، شیرینو ول کن، به خدا حالا پشیمونه. بیا حاجه جون، حاجه بیا بیرون، اونو ولش کن، بیا بیرون. من زنتو کشتم. میبینون دیگه، دیدی که خودش هم گفت. آجان جان، آجان چه حالی داری؟ خدا را شکر کن که این بار به خیر گذشت. ما میتونیم بازم دوره هم جمع شیم. قاسم سهم کافیت برمیگرده، هر کاری دیگه هم بخوایی وسط میکنیم. زندگیش دست توه، میتونی بفرستیش بالایی دار، میتونی آزادش کنی. گرچه اونم که بمیره لیلا واسه تو زنده نمیشه. Come on, come on.
گفتم کاری نکن که خراب کار بشه. تو گفتم آیسته میلو آیسته چیست شما حجت زنده نمیذاره. بلندش کن برسونیش میمارستان. بلند شو بلند شو. نه تو بارو من خوبه. یالا پاشو یه فکری بکن. تو یالا بلند شو. بلند شو. نه اتفاقه میام. من میرم پیش بارو. حالا این موندنی باشم. یالا بلند شو. یالت راحت باشه نمیذارم. نه نمیرم تازه بایشتم کنم. چی رو؟ گفتم ولش میکنم، ترکش میکنم، کردم واسه همیشه. میدونستم که ولش میکنی. مثل روز برام روشن بود. تو برو حاجت رو بپا. من چیزی نگاه خره خواهم. این شیر سر پا وایستنم. جونو من نگاه کن. من میتونم سر پا وایستم. اما انقل لفتش نده. ده بارده. تلفن کردم. آمبولانس سلام یاد. از اون طرف رفتم. آبجی خوش برم. دیدی همه چی درست شد. دروغ بهت نگفتم. من آره حرف نزنده داشت. من میرسونم ات بیمشتم. بیا منو بگیر. سنگینی تو من دستو من. آخ خدا. آمیشی. یه نمیتونم. نزیه. آخه همین شو بیشی. نمیتونم. خدا جون. آخه من چی کار کنم؟ دو داشت. نه. آخه بلوان میکنی چه صحبت ها؟ وایسته برم بچه فتخانه گونده باشه برای دشون میدهیم بچه Come on.
چی بگم؟ من اشتباه کردم، منو ببخش. همه چی تموم شد؟ نه، کسی که باعث بانیش بود به جزاش رسید. نه، اونیرم که میخواستی بیگناه بکشی حالا میسپارمش دست تو. من خودم رو معرفی میکنم. نه، سلام نیست با تو این قضیه کشیده بشه. نه نه، من نمیذارم. دوباره شروع نکن، تو مقصر نیستی. من باید همین که گفتم بچه، اینقدر اصرار نکن. خودم میدونم چه جوری به آخر برسونمش. نه داداش این حرفو نزن. تو رو خودت ولم کن. من نمیذارم تو خودتو از بین ببری. من شروع کردم. خودم هم باید تمومش کنم. تو باید امسال دانشگاه رو تموم کنی بچه جون. سر آخرت. نه.